دیگه ما به تهران موندگار شدیم و بعد از زندان که اومدیم، البته دیگه با ده ها اسم من تو تهران بودم. اولین جایی که رفتم بیکار بودم و مادرم بود، برادر داشتم با مادرم و خواهر. برادرم رانندگی بیابون میکرد، منم که بیکار بودم. یه رفیق سیاسی داشتیم، اوسا کفاش بهش میگفتن، کفاشی دارلی توی چیز بود، توی استانبول، نه اون یکی خیابون، یه استانبول داریم، یه اون خیابون جنوب به شمال. خلاصه سعدی؟ چی؟ سعدی؟ نه سعدی بالاست، دوتا خیابون باریک هست که از میتون توپخونه میان بالا. لاله‌زار. تو لاله‌زار کتاب فروشی چیز کفاشی دارلی بود. تو کارگاهش یه رفیقی بود که منو میشناخت. من از زندان که در اومدم اینو دیدم، گفت چه کار میکنی؟ گفتم بیکارم. گفت امروز بیا کارگاه ما ببین چه جوریه. رفتم تو کارگاهشون نشستم و بعد اونجا صحبت زندان شد و اینا. بعد به من گفت که بیا چیز شو، بیا اینجا کار کن. من رفتم شهید کفاش شدم اونجا. کفشا رو که میخوان درست کنن پسته ای بهش میگن، یعنی این روکشه میاد، باید با میخای ریز این روکش و اون رو بکوبن که قالب بگیرن و یه همچین کاری. بعد من چند روزی اونجا کار کردم و منتها تبلیغات سیاسی هم میکردم. مدیر اون صاحب کار یه روز اومد، بعد از 3-4 روز که کار میکردم، این اومد گفت که این از کجا پیدا کردی آوردی اینجا؟ به اون اوستا گفت. من خیلی بهم برخورد، خیلی تحقیر شدم که اینو از کجا پیدا کردی آوردی اینا. دیگه نرفتم، از فرداش دیگه نرفتم اونجا. و بعد اولین اعتصابی که در زمان شاه اتفاق افتاد از این کفاشی شروع شد و اینم حاصل تبلیغاتی بود که هم من کردم و همون رفیق ما که اونجا بود. اولین اعتصاب سیاسی کفاشای اون خیابون لاله‌زار اینا بودن که اعتصاب کردن. بعد دیگه من افتادم توی، دیگه معلم نبودم، دیگه افتادم توی کار. یعنی نزدیک 13 سال من آواره بودم و کارهای مختلف، عملگی کردم، شوفری کردم، لوازم و تحریر فروشی کردم،
سیم کشی کردم که بالای تیر چراغ برق میرفتم. البته من بالا نمیرفتم، یه شب اومد یه کسی منو برد، مجبور شدم برم بالا. ولی یه گروهی از دوستان من، از همین بچه های سیاسی، یکیشون مهندس، الان اسمش یادم نیست، مهندسی بود که آشنا بودیم با هم، چند تا مهندس و کارگر و اینا، شرکت روشنایی فروزان بود تو سلسبیل، اینا اونجا کار میکردن، منتها مزد کارشون رو مزد نمیدادن به اینا. به اینا میگفتن انعام، چون شب عید بود، هر خونه برق هم میخواستن، کارخانه برق روشنایی فروزان اونجا بود، اینا برای اونا کار میکردن و انعام میگرفتن، حقوق نمیگرفتن. بعد اینا منم به کارگره گفتن که تو هم بیا، منتها من باید نردبون اینا و رکابای سیم کشی رو بذارم رو دوشم و بعد در این خونه بذارم و بر حمالیشون رو من میکردم. و کار که تموم میشد میگفتن انعام بچه ها. من تا کار که تموم میشد، بار اول که دیدم میگن انعام بچه ها، من فرار کردم دیگه، چون خیلی سخت بود برم انعام گرفتن. من تا چیز میشد بساط جمع میکردم و اینا که میخواستن دیگه انعام بگیرن، من بار اول شنیدم انعامو دیگه جمع کردم بساطم و رفتم اون بر خیابون وایستدم. منتظر قبول این کار برام خیلی دشوار بود، چون خونه ما تو سلسبیل بود، اینا هم تو سلسبیل کار میکردن. من نگران مادر مغرورم بودم، اگه مادر منو زیر این کیسه گچ و نردبون و این چین چیزی که به پا میبندن از دیر میرن بالا، رکاب بهشون گفتن، رکابم روشونم میدید، مادرم میمرد از شرم. این بود که من خیلی با سختی انتخاب کردم، گفتم نکنه یه وقت ما همسایه ما بخواد برق بس کنه یا همون خونه ما، من چیکار کنم؟ ولی خیلی با احتیاط که مادر منو نبینه و به هر حال اینا، شب عید نزدیک یک ماه شاید ما کار کردیم، شد شب عید. این مدت اینا هرچی پول انعام گرفتن به من البته ندادن، گفتن انعام رو جمع میکنیم شب عید تقسیم میکنیم، قرارمون یک قهوه خونه ای تو همون سرسبیل، مثلا ساعت دم غروب، ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، قبل از این که توپ ماه رمضان رو در کنن، قرارمون اونجا بود تو یک قهوه خونه که اینا بیان و بعد انعام رو تقسیم کنن، یه چیزی هم به من بدن. من زودتر از همه رفتم اونجا تو قهوه خونه، نشستم، نیومدن. بعد تو خاطراتم نوشتم، گلوله تحویل سال شلیک شد، آهنگ نحس ساز و دهل رو هم میزنن، تیر خلاص را قهوه چی زد، تو خون و زندگی نداری مرد، سال تحویل شد، تو خون و زندگی نداری مرد. بعد میگم تیر آخر را قهوه چی زد، تو خون و زندگی نداری مرد. پشدم رفتم، رفقا نیامدن و یک ماه من مجانی برای رفقا حمالی کردم. اینا کارهای بسیار مختلف، مثلا لوله کشی کردم، شرکت جنرال مکانیک، شرکت جنرال مکانیک
لوله کشی داشت. این بچهای توده‌ای منم دعوت کردن که برم اونجا تو خیابون فرانسه. اونجا این شرکت برای شرکت نفت یه ساختمونی کنترات کرده بود که لوله کشیشو بکنه. بعد این من که لوله کشی بلد نبودم، این رفقایی که بچهای توده‌ای که اونجا بودن با چیز با سرکارگره صحبت کردن و به هر حال گفتن به عنوان عمله منو پذیرفتن که برم کاری عملیگی بکنم. منتها کاری که میکردم این لوله ها رو که لوله های شوفاژ رو که میکشن تو دیوار تو طبقات مختلف دورش نمد میپیچیدن اون زمان که ایزوله کنن که گرما به هدر نره. کار من این بود که نمد ببندم دور این لوله ها و با نخ پرکم ببندم. من که دستای لطیف و نوشتن و همه دستم لطیف بود، همون روز اول تابول زد با این نخا که میکشیدم و کارم عجله بود، باید در یه فرصت معینی تحویل میدادن. خیلی صبح زود می آمدیم، ظهر یه نیم ساعت استراحت داشتیم و غذا، بعد دو مرتبه کار تا دیر وقت. من وقتی می آمدم دیگه اصلا می افتادم، نمی تونستم غذا بخورم. یعنی فقط این یک ساعت بود، یک ساعت استراحت، من این یک ساعت رو می افتادم اصلا. شاید هم یه لقمه نون بچه ها می آوردن می دادن، ولی بیشتر از خستگی می افتادم. بعد اینا منو دور از چشم سرکارگر دعوت میکردن یکی دو بار که برم لوله ببرم و دنده بکنم. اون کار تموم شد، بعد میخواستن منو بیرون کنن. این بچه ها که رفیق من بودن به صاحب کار و اینا گفتن که این لوله کشی هم بلده بابا. گفت اون سرکار کرد، گفت که بلدی؟ گفتم آره. دیگه لوله گذار کن ببر. لوله رو بریدم و دنده کن، دنده کردم و با کار یاد گرفته بودم. گفت خب بمون، شاگرد یکی از اینا شدم. بعد از یکی دو ماه، شاید بیشتر دو سه ماه که کار کردم، چون یه کمی زبان میدونستم و نقش خونی میدونستم، به نوعی کارگر خوب شناخته شدم و یه حقوقی هم می دادن. خوب منتها تو شرکت گفت که ما از این به بعد حقوق به شما نمی دیم، مقاطعه بهتون می دیم. روزی ده که هر گروه کاری که منم شده بودم استکار، به هر گروه کاری ده متر لوله اگر در یه روز بکشن لوله شوفاژ یا آب، مزد ده روز لوله رو ما یعنی مزد کاری که انجام میدید یه قراری گذاشته بودن که مزد کار رو میدادن، نه مزد اصلی که بگن تو یک سال کار کن یا یک ماه کار کن، ماهی مثلا 50 تومن 30 تومن هر چی بگی. من زیر بار مقاطعه نمی رفتم، می گفتم که من کارگری رو ترجیح میدم، به این معنا که کارگر باشم نه مقاطعه کار بشم. یه عده شدن و من زیر این بار نرفتم، یه عده قبول کردن. من موندم تا یه وقت یه کار به ما دادن که تو شمیران بود، یک کاری که یک ماه کار بود. منم دو تا شاگرد زیر دستم بود. بعد ماه مه بود، یه روز تعطیلی کار بود، یه پنجشنبه بود، یه جمعه بود، شنبه هم یه مراسم تعطیلی بود که کارگرا فکر می‌کنم
نمیدونم یه روز تعطیلی جهانی بود، حالا چی بود نمیدونم، یا ملی. یعنی سه روز ما تعطیل داشتیم. حالا من غروب همون روز اول و ابزار کارو بردم، بعد این دوتا کارگری هم که با من کار میکردن بردم و کارگر گرفتم تا نیمه شب کانالا رو برای لوله دادم کندن. و از فرداشم از صبح زود تا دیر وقت شب اومدیم کار کردیم. شنبه دیگه باید پمپ بزنیم و آب بزنیم تو لوله ها و آب تو لوله باشه در درجه هم نشون بده که این به این درجه آب هست و نفوذ نمی کنه، سوراخ نیست و اینا. لوله کشی کامل. یک شنبه اولین روز کار بود که ما دیگه آب و بستیم و تمام لوله ها رو کشیدیم. و یک شنبه ساعت دو سه بعد از ظهر بود، رفتم شرکت گفتم که کار آماده است. گفتن که امروز یک روزه کاره، امروز رفتید یه روزه کار کردید؟ گفتم آره یه روزه کار کردیم. باورشون نمیشد. بعد یه مهندس بود، گفتن مهندس صوتی و یه مهندس بهبانی، اینا دو تا مهندسا با من اومدن و سوار ماشین شدیم اومدیم سر کار. دیدن نه کار آماده است و یه ما باید به ما حقوق بدن برای با یه روز کار. بعد در حقیقت من رفتم به جنگ مقاطعه کاری، گفتم که خب خیلی بهشون سخت شد که حقوق یک ماه رو برای یه روز به من بدن. و دو مرتبه برگشت گفتن که دیگه اون بچه هم یاد گرفتن دیگه، اگر قرار شد همه مونده بودن خود این، من به اونا هم نگفته بودم به بقیه کارگرا که این اتفاق افتاد. وقتی این اتفاق افتاد اونا هم گفتن خب ما قبول داریم مقاطعه رو، اونم که نپذیرفته بودن مقاطعه رو پذیرفتن. و من این کاری کردم که مقاطعه رو باطل کنم، ولی اینا دیدن که میشه اینجوری هم کار کرد، اونام که نپذیرفته بودن پذیرفتن. و به هر حال بعد یادمه یه لوله کشی تو یه بهداری هست، پلی که از چیز میاد، پلی که از کنار تالار وحدت رد میشه میره به حسن آباد، اون موقع این پل نبود، یه بهداری بود، بهداری ارتش. ما اونجا لوله کشی میکردیم، میز لوله کشی میز هست، بعد لوله دو اینچ لوله به این کلوفتی هست، لوله شیش نمره شیش به این کلوفتی. این لوله روی چیز بود، روی میز بود، سر سنگینش اونور بود. من اینو از زیر گیره در آوردم گذاشتم اینجا، چون اون سرش بلند بود و یک انقدرش رو میز بود، این لوله بلند شد، تش خورد زمین، اینو زد بالا. بعد این انگشت چپ من اینجوری خورد لوله، این اومد اینجا، یعنی شستم اینجوری شد. بعد یه حسین بود که با من همکار بود، اون تا بود، گفتم حسین بیا بیا بیا، اومد گفت چیه؟ گفتم ببین. گفت چرا همچی کردی؟ گفتم شده، فکر خودم ساختم اینو. گفت در شوخی نکن اینو. گفتم بابا این برگشته لوله خورده برگشته، حالا نه آخی نه دخی، همجوری گرفتم برگشت. خب خیلی هم درد داشت.
اونجا بهداری بود، بهداری ارتش بود. رفتیم تو بورژانسش، گفتن ما نظامی ها رو درست میکنیم، شما رو درست میکنیم. بعد یه بیمارستانی تو خیابون شاه فعلی، شاه حالا شده جمهوری، بیمارستان حالا اسمش یادم نیست، اون بیمارستان الان هست. رفتیم اونجا به تو بخش اورژانسش، دکتر اومد گفت چی شده؟ گفتم برگشته این. گفتم این چی جوری آخه اینجوری؟ گفتم این لوله خورد اینجا و این اصلا در رفت حالا اینجوری. گفت غلط کرده لوله، حالا درستش میکنم. خلاصه اینجوری کرد رو درست کرد رو انداخت جا و بعد اینجوری درست شد، ولی خیلی برام کرد. ولی یه ماجرای دیگه هم برام افتاد که این ماجرام خیلی جالبه. سر خیابون تخت جمشید، تخت جمشید هست حالا اسمش عوض شده، ابتدای خیابون تخت جمشید یه بیمارستان هست، بیمارستان کودکان. اینجا ما لوله کشی میکردیم و من میرفتم رو مثلا طبقات بالا پشت به خیابون بالانس میزدم و بچه ها میگفتن میفتی از چند طبقه بالا، ولی بدنم نرم بود و این کارا رو میکردم، بالانس میزدم و زد و تو موتورخونه کار میکردیم. یه بخشی تو موتورخونه کار میکردیم، یه عزت ضعیف نژاد بود که واقعا خودش هم ضعیف بود، خیلی لاغر بود، ترکم بود، اسمش هم ضعیف نژاد بود، یه مقدارم دندون طلا داشت که من میگفتم این با انقدر لاغر بود که با دندونای طلاش وزنش به 3 کیلوگرم هم نمیرسید، با همه دندون طلا، دندونش طلا بود فقط. این از همه به من نزدیکتر بود، اون توده‌ای بود، منم توده‌ای بودم. بعد من اوستان بودم، لوله رو باید تو سقف میکشیدیم، لوله رو زد و عزت رو گرفتم، بردن تیپ 2 زرهی. تنها کسی هم که منو میشناخت که چیزم، اونجا شکنجه میدادن که لو بدن دیگه. من خیلی نگران شدم که عزت لو بده. بعد رفتم خونه و صبح اومدم یه فکری کردم، گفتم که میخواستم آچار شلاقی، آچار شلاقی آچار سنگینیه، کلش اینجوری فلزیه، دنبالش بلنده و خیلی آچار سنگینیه، تو سقف باید این آچار رو بزنیم. من گفتم که یه پیت گذاشتن زیر پام، گفتم به جای که کارگرا برم گفتم خودم میبندم اینو. رفتم روی این و لوله رو بستم و یه دفعه انداختم خودمو، خودمو انداختم که یعنی این پیت لق خورد، عمدن این کارو کردم، پیت لق خورد، من افتادم و خوابیده بودم. بچه‌ها دور من جمع شده بودن که ببینن چی شد. حالا نگو این آچار که اونجا سنگین من رها کردن، رو سنگینی خودش داره دهنش باز میشه، باز میشه. بعد من یه دفعه دیدم یه چیز خورد تو کلم، سرم شکافت، خون زد بیرون. چیزی که من میخواستم بسازم به حکم طبیعت ساخته شد. میخواستم بگم افتادم کمرم دندم درد شده، له شده اینا، برم مرخصی بگیرم چند روزی برم بخوابم خونه، نیام که اگه عزت لو داد من نباشم سر کار. برای که بهانه ای بتراشم این اتفاق افتاد و واقعا جدی شد. بعد بچه ها گفتن ببریم چیز بورژانس، گفتم نه ببریدم شرکت. شرکتم تو کالج هست، سر کالج اون موقع دفتر شرکت بود که حالا شده یه بانک. این بچه ها منو بلند کردن و
با عجله رسوندن به چیز، به شرکت. حالا خونم میریخت و من همه جام خونی و اینا، منو رسوندن به شرکت. مهندس بهبهانی بود اونجا، گفت چی شده؟ گفتن آچار خورده رو سرش. 20 تومن پول داد، 20 تومن پول مثلا موقع پول زیادی بود، 20 تومن داد، گفت خب ببریدش بقیه بزنن درست کنن اینا. خلاصه من به هر حال دیدن که من اینجوری شدم، رفتم و یه هفته دیگه نیامدم سر کار. بعد از یه هفته یه بوت‌کلاب بود که تو خیابون پهلوی سر همون کنار خیابون تخت جمشید، که این کارگرای قهوه خونه بود، می اومدن تو اون قهوه خونه پنجشنبه ها حقوق میدادن و کارگران می اومدن تو این قهوه خونه نهار می خوردن چون حقوق گرفته بودن. من موندم تا این شنبه بود که من، یک شنبه بود که سر من اینجوری شد. پنجشنبه بعد بچه ها منو میخواستن بیارن خونه، من نمیذاشتم، میگفتن تو حال نداری ببریمت خونه، ماشین بگیریم ببریمت. زیر بار نرفتم چون خونم رو یاد میگرفتن، من میخواستم کسی خونم رو یاد نگیری. خلاصه رفتم خودم جداگان، نذاشتم کسی بیاد، هرچی اصرار کردن نذاشتم، خودم رفتم خونه و موندم. و گفتم پنجشنبه ها رو سرم هم باند پیچی و اینا. پنجشنبه ای اومدم گفتم ببینم که حالا چه خبر شده. میدونستم که این بچه ها تو قهوه خونه هستن. اومدم توی پیاده رو اینور نگاه کردم، دیدم آره کارگرها اونجا نشستن. رفتم قهوه خونه و اینا منو تحویل گرفتن و خلاصه آبگوش را بردن و خوردیم و اینا. دیدم که عزت نگفته، چون اگه چون وقتی میگرفتن سخت میزدن که فوری بتونن برن ردشو بگیرن زودتر. چون وقتی مثلا فرض کنید همین حسینو که گرفتن یا عزتو که گرفتن، من دیگه باید فرار کنم از اونجا، چون اون زیر شکنجه مجبور لو بده. بنابراین اگه بخواد لو بده همون شب اول و دوم دیگه بیشتر نمیتونه تحمل کنه و لو میده. این بود که من صبر کردم تا پنجشنبه. گفتم دیگه اگه ازن لو داده بود میامدن عقب من و بچه ها باید بدونن. بنابراین اومدم که خبر بگیرم. رفتم اونجا نشستم و دیدم نه کسی عقبم نیمده، تو کارگاه هم نیمدن دنبال من. معلوم بود که عزت نگفته بود. در حقیقت حزب توده خیلی خدمت کرد به ایران. مثلا تو شیراز ما کتاب نبود، کتاب ترجمه نمیشد، اطلاعات نبود، ارتباط نبود، بحث نبود، شناخت جهان نبود. خب کلی آموزش میگرفتیم، یه سر و گردن از بقیه همسن سالامون بالاتر میرفتیم. به هر حال کار میکرد حزب. من به دلیل اینی که از شیراز سوابقی برای من منتقل کردن به تهران، دیگه نه شیراز رفتم، تهرانم مخفی بودم با اسم حسن آقا، حسین آقا، تقی، نقی، با ده ها اسم و ده ها کار. قهوه خونه رفتم اونجا و بچه ها پذیرایی کردن و اینا، و بعد فهمیدم که لو نداده. دیگه از شنبه بعدش اومدم سر کار. بعد از همون جریانی که اون لوله کشی رو کردیم و اون اتفاق افتاد، بچه هام یه عده اعتصاب کردن و شرکت یه در بیرون کرد. از جمله به هر حال منم که بنیانگذار این قضایا بودم، منو بیرون کردن. بعد دیگه کارهای بسیار مختلف، مثلا شاگرد شوفیری کردم، زندانساز شدم. تو لوله کشی یه شرکتی بود، شرکت نوید. من که بیرون اومدم از اونجا، بعدن رفتم تو شرکت نوید. شرکت نوید کارهای شهربانی رو انجام میداد. تو شرکت نوید این بیمارستان شهربانی تو خیابون بهار
اونجا رو داشتن میساختن، من اول فرستادن اونجا که کار کنم. بعد از اونجا به من گفتن که بیا برو، یه ساختمونی داریم پشت بانک سپه، برو اونجا لوله کشی های سقفش، چدن های سقف خرابه، درست کار نکردن کارگرا، تو برو اینا رو تعمیر کن تک تنها. و من اومدم تو این ساختمون، اون موقع آبشاه هم بود، آبشاه که می آمدن از اونجا آبشاه می بردن. خلاصه منو فرستادن اونجا، من شروع کردم، این خیلی کار سختی هست، چدن کاری، این لولای سنگین چدنی میره دهنش تو هم، بعد با کنف باید بکوبن کنف رو مثل گیسه دختر میبافتیم اینجوری، بعد این کنف رو با چیکانکا میگن، یه ابزاری دو خمه که یه خمش میره اون تو، یه خم سرش هم بالاست، اینو میکوبن چیز رو، کنف رو میبافن میکوبن، بعد سرب داغ رو میریزن رو این، بعد این سرب رو میکوبن، این آب بندی میشه. حالا سقف آب بینده، من باید این کار رو تو سقف انجام بدم. خیلی سقفه، خیلی سخته، خیلی اوسته حسابی باید باشه که اونجا بتونه اینو درست کنه، وز کنه، بکوبه و سرب بریزه. حالا اینا همه تکنیک داشته که من دیگه این تکنیک ها رو گرفته بودم. البته داشتم اینجا کار میکردم، بعد از یه هفته ای که کار کردم دیدم یه راه پله هم اینجا هست میره پایین. رفتم پایین دیدم این زندان موقت شهربانیه که خودم زندانی بودم اون زیر. نگو این چیزی رو که دارن میسازن جاییه که الان شده موزه زندان، شده بود یه بخشی از زندان، یه چیز خاصیه، شده بود کمیته. من دیدم دارن زندانی زندان ساز شدم، خیلی برام تلخ بود. تو خاطراتم هم نوشتم، میبخشید حالا دیگه برای شما تعریف میکنم. من وقتی دیدم زندان ساز شدم، موقع نهار میامدم سر خیابون میدون انقلاب، اون خیابون جنوبی که پهن است میره پایین، یک کافه کرامت اونجا بود، یه پاساژ بود، یه کافه کرامت بود که چیز بود، غذا میداد. من رفتم یه زور اونجا، حالا لباس سر و ته یکی بله سودم تنم بود و دستام هم چیز بود آلوده به سرنج و اینا، میرفتم اونجا زور، رفتم نهاری خوردم و بعد قهوه خونم به ورش بود، رفتم یه قلیونی هم کشیدم چون خسته بودم. بعد اومدم بیام به میدون چیز، میدون انقلاب فعلی که برم پشت اون بانگ سپه، یه بساط روزنامه فروشی اینجا پهن کرده بود و من بایستادم یه نگاهی به اینا کردم، یه مجله کوچولویی در می آمد به نام آشنا. من این مجله رو برداشتم خریدم، وقتی داشتم می آمدم سر تورا باز کردم، خوردم به یه شعری، شعره این بود، ترجمه بود: زندگی ناچیز است اگر چنان از دلهورها سرشار باشد که ما را برای ایستادن و نگریستن مجالی به جای نماند، مجالی نباشد تا به آوای نگاه زیبایی سر برگردانی و بنگری که لبخندی را که چشمانش آغاز کرده است لبانش چگونه شکوفا می سازد، مجالی نباشد تا در جنگل درنگی کنیم و بنگریم که راسو گردوهایش را
کجا در میانه علف ها پنهان می کند. مجالی نباشد که زمانی دراز چون گاوان و گوسفندان بیستیم و به هر سوی بنگریم. زندگی ناچیز است اگر چنان از دل هره ها سرسار باشد که ما را برای ایستادن و نگریستن مجالی به جای نماند. از همینجا چیز شد، دیدم زندانبان زندانی زندانبان شده.